توتیه که نمی توانست پرواز کند نویسنده السعید ابراهیم نگارگر انستیزیا برگردان و فارسی کتابخانه درخت دانش برگرداننده کاوه آهنگر و گوینده متن عبدالرحیم احمد پروانی در این کتاب شما داستان کاکاپو توتی کوچک را میشنوید که نمیتانه پرواز کنه او خودش تلاش میکنه و از دوستانش هم کمک گیره اما آیا موفق میشه که پرواز کنه؟ به که دوستانه با هم بخانه ما بشنه دوست من نگاه به زمین بینداز سبزه ها چقدر سبزند؟ در حالی که پرنده های رنگارنگ و زیبا از شاخه به شاخه میپریدند کاکاپو به تنهایی در کنار رودخانه قدم میزد. هر بار که کاکاپو دوستای خود چیمنی و زوکینی را میدید که با دیگر پرندگان پرواز می کنند، عشق بر گونه هایش سرازیر می شد. یک روز کاکاپو با خود گفت، من باید پرواز کردن را بیاموزم، من باید بتوانم همراه با دوستان و همسایه هایم یک جا بازی کنم. کاکاپو بر فراز یک تپه خاکی بالا شد و با خود گفت فقط بالهایت را باز کن آماده شو و پرواز کن آنه کاکاپو بر بالای گلها سقوط کرد و سر و پایش گلالود شد او بقیه روز مصروف پاک کردن پرهایش از گل شد کاکاپو با خود گفت یک بار امتحان می کنم رای دیگری جز این که من پرواز کردن را بیاموزم وجود ندارد توتی از دوست خود بقه که نامش بالون بود خواهش کرد تا کمکش کند هر دوی آنها به تپه که سخره های بزرگ داشت بالا شدند بالون پف کرد و پف کرد کاکاپو بر نوک انگشتان پای خود بلند شد و آماده بود تا پرواز کند آنها توانستند برای چند لحظه پرواز کنند اما با درخت آلوبالویی که در آن نزدیکی قرار داشت تصادم کردند و و زمین افتادند چمنی و زوکینی تصمیم گرفتند تا کاکاپو را کمک کنند آنها پیشنهاد با او کردند آنها یک شاخ درخت را کندند هر کدامشان یک سر شاخ را در دهان گرفتند آنگاه از کاکاپو خواستند تا از وسط شاخ محکم بگیرد پس از آن پرواز کردند و به بلندترین قسمت درخت خود را رساندند اما ناگهان شاخ درخت شکست و کاکاپو در آبشاری که در میان دکوه جاری بود افتاد. کاکاپو خیلی ترسیده بود اما برای اولین بار احساس کرد که کاملا آزاد است. او بالهای خود را باز کرد چنان که گوی پرواز می کند تا آنگاه که به نرمی در آب نشست. دوستانش و دنبال او آمدند، و وقتی دیدند که کاکاپو خوش است و بازی می کند، تصمیم گرفتند با او یک جا شوند. از آن روز به بعد کاکاپو همه روزه با دوستانش در آبشار بازی میکردند و خیلی برایشان خوش می گذشت. کاکاپو بالهای خود را می قطرات آب را با بالهایش در هوا می چنان که گویی در میان باران پرواز می کند. پایان داستان سطح خانش این کتاب دو است و برای کودکان در نظر گرفته شده است که توانایی شناسایی واجه های آشنا را دارند و واجه های جدید را می با کمک دیگران بخوانند. برای دستیابی به منابع باز آموزشی و کتاب های قصه برای کودکان و سایت کتابخانه درخت دانش یعنی www.ddl.af مراجعه کنید.